سلام، خوش اومدین. امروز میخوایم یکم دقیق تر با هم مفهومی رو که جلسه قبل در ویدیو قبل شروع کردیم به نام بازی های فرم گسترده رو ببینیم و از همه مهمتر با یک مفهوم خیلی خیلی مهم به نام استراتژی آشنا بشیم و تفاوتش رو با عملکرد یا اکشنی که قبلا دیدیم بشناسیم. خب اون شکلی که من در جلسه قبل برای بازی های فرم گسترده کشیدم یا اصلا یک شکل دیگه از یک بازی فرم گسترده رو در نظر بگیرید. ببینید، فرض کنید یک بازی فرم گسترده داریم که اول از همه بازیگر یک من میتونه تصمیم بگیره که یک بازی سی رو انجام بده یا دی. درست مثل مثال قبل که بازیگر من میتونه تصمیم بگیره وارد بازار بشه یا نشه. و بعد بازیگر دو من به ازای هر کدوم از رفتارهای بازیگر یک، یعنی در این نقطه بازیگر دو من هست که تصمیم میگیره. اگر بازیگر یک سی بازی کرده باشه، بازیگر دو میتونه ای بازی کنه یا اف، و اگر بازیگر یک دی بازی کرده باشه، بازیگر دو میتونه جی بازی کنه یا اچ. خب یعنی به ازای هر تصمیم بازیگر دو من میتونه یک تصمیم دیگه جداگانه بگیره. و در نهایت سودهایی که در بازی حاصل میشه، عدد اولی که می نویسم سود بازیگر یکه، عدد دوم سود بازیگر دو. در این نقطه مثلا دو و یک هست، در این نقطه مثلا سه و صفر، در این نقطه مثلا صفر و دو، و در این نقطه هم مثلا یک و سه. خب مثال رو من از کتاب آقای آزبورن برداشتم. خب ببینید، در کتاب‌های مختلف برای اینکه بیان این رو به صورت دقیق تعریف کنن، روش‌های مختلفی استفاده کردن. یعنی شما برید کتاب آقای آزبورن، آقای گیبونز، یا جزوه‌های استادهای دانشگاه متفاوته. من جوری بازی رو معرفی می‌کنم که دوست داشتم همه به من یاد بدن اونجوری، چون خیلی از همه روش‌های دیگه راحت‌تر و قابل درک‌تره. خب ببینید، ما یه سری تعریف اینجا داریم. من به هر کدوم از این نقاط میگم گره، یعنی جاهایی که هر نفر میتونه، هر بازیگر میتونه یک تصمیم بگیره رو اسمشو میذارم گره. به انگلیسی بهش میگن نوت. خب پس ما به این نقاط تصمیم گیری میگیم گره یا نوت. به این گرهی که بالای بالا هست و در حقیقت هیچ چیزی قبلش نیست، هیچ تصمیمی قبل از اون گرفته نمیشه، میگیم ریشه. خب پس اسم این هست روت بازی. یعنی بازی از اینجا ریشه میگیره. خب نقطه‌ای که هیچ چیزی قبلش نیست. و به این نقاطی که هیچ چیزی بعدشون نیست، یعنی در اونها دیگه هیچ تصمیمی گرفته نمیشه و بازی تموم میشه، میگیم گره های ترمینال. خب پس به اینها میگیم گره های ترمینال، یعنی به انگلیسیش میشه ترمینال نوتس. خب من اینو هم بنویسم ترمینال نوتس. خب اینو الان من یک سری تعریف را دادم، یعنی گره رو گفتم چه نقاطیه. به این نقاط بازی میگیم گره. و ما سه جور گره داریم: گره های عادی که وسط بازیان، گره هایی که در انتهای بازیان و دیگه بازی اونجا تموم میشه ترمینال نودز، و گره اولیه که بالاش هیچ تصمیمی نیست قبل از اون، یعنی هیچ تصمیمی پیش از اون گرفته نمیشه، به اون میگیم ریشه. و بعد به این پدیده هایی که اینجا میبینید، چون یک درخته، ما به اینها میگیم شاخه. خب به اینها میگیم شاخه یا برانچ. و یک بازی فرم گسترده یک بازیه که مجموعه ای هست از اولا گره ها و دوما مشخص شدن این که بازیگرها روی هر گره قرار تصمیم بگیرن. یعنی من به هر گره یک بازیگر نسبت میدم، به غیر از گره های پایانی. پس بجز گره های پایانی، بجز ترمینال نوت ها، TNO پس یادتون باشه. و سوما مجموعه است از شاخه ها که من برای هر شاخه یک عمل کرد یا اکشن رو نسبت میدم، یعنی یک اکشن در هر شاخه میتونه صورت بگیره. خب به این شکل ما میتونیم یک بازی فرم گسترده رو تعریف کنیم و طبعا در نهایت پیاف ها یا ترجیحات نهایی هم وجود دارن که در روی ترمینال نوت ها یا گره های ترمینال تعریف میشن. خب پس این شد الان تعریف یک بازی فرم گسترده به صورت، فکر نکنم اینو در همه کتاب‌ها یا حداقل بتونم، شاید بتونم بگم مثلا در هیچ کدوم از کتاب‌ها نمیتونید پیدا کنید. این جوریه که من خودم همیشه دوست داشتم اینو به من درس میدادن و شما با این نوع تعریف هیچ چیزی رو از دست نخواهید داد. خب من میخوام وارد مفهوم استراتژی بشم که مهمترین مفهومیه که ما برای تحلیل این بازی‌ها
بهش نیاز داریم و تفاوتش رو با اکشن بهتون بگم، با عمل کرد. ببینید الان بازیگریه که من دو تا اکشن داره، میتونه سی بازی کنه یا میتونه دی بازی کنه. و بعد بازیگر دو من اگر بازیگر یک سی بازی کرده باشه، دو تا اکشن ای و اف داره، و اگر بازیگر دو دی بازی کرده باشه، دو تا اکشن جی و اچ داره. یک استراتژی ما به اصطلاح میگیم بهش یک نقشه راه. خب استراتژی پدیده‌ایه که مشخص میکنه که در هر کدوم از گره های بازی، که در هر گره تصمیم گیری برای بازیگر آی، تصمیم گیری که بازیگر آی داره، یعنی مثلا الان بازیگر دو من دو تا گره تصمیم گیری داره، بازیگر یک من یک گره تصمیم گیری داره. استراتژی مشخص میکنه که در هر گره تصمیم گیری بازیگر آی، در هر گره تصمیم گیری بازیگر آی چه تصمیمی صورت میگیره. خب در حقیقت مثل یک کتابچه است که من میذارم جلوی خودم و میگم که من در این گره اگر قرار بگیرم این کارو میکنم، اگر در اون گره اون کارو میکنم، و دیگه موقعی که میگم میخوام واقعا یه کاری بکنم، دیگه فکر نمیکنم چیکار کنم، اون کتابچه‌مو باز میکنم و میگم که آره من میخوام الان این کارو بکنم. بذارید من روی این مثال مشخص بکنم. ببینید من الان میخوام استراتژی های بازیگر یک رو مشخص بکنم. خب چند تا گره تصمیم گیری داره بازیگر یک؟ یه دونه. یعنی بازیگر یک همینجا میتونه مشخص بکنه که سی بازی بکنه یا دی. بنابراین استراتژی های بازیگر یک که من اونو با مجموعه اس نشون میدم، یا سیه یا دیه. خب یعنی یا میتونه سی بازی کنه یا دی، و این کاملا مشخص میکنه. یعنی این یک استراتژی هست و این هم یک استراتژی دیگه که هر کدوم رو میتونه انتخاب بکنه. خب اما نکته‌ای که وجود داره اینه که خب ممکنه الان بگید که این بازیگر یک استراتژی هاش که دقیقا همون اکشن هاش و عمل کرد هاش هستن. من میگم آره، اما برای بازیگر دو این متفاوت میشه. چرا؟ ببینید بازیگر دو من باید مشخص بکنه که در هر گره تصمیم گیری که داره، یعنی یکی این گره اینجا و یکی دیگه این گره اینجا، میخواد چی کار بکنه. خب بنابراین یک استراتژی برای بازیگر دو من میتونه این باشه که بگه من در گره اولی که اینجا هست ای بازی میکنم و در گرهی که اینجا هست جی بازی میکنم. خب پس بنابراین این ای جی، یعنی این ای اول، یعنی اگر بازیگر یک سی بازی کرد، و جی یعنی اگر بازیگر یک دی بازی کرد. چون اگر سی بازی کنه ما میایم این گره، و اگر دی بازی بکنه ما میایم به این گره. خب بنابراین این ای جی به طور خلاصه داره میگه که من اگر در اینجا بودم بازیگر یک سی بازی کرد، من ای بازی میکنم، و اگر در اینجا بودم من جی بازی میکنم. این الان یک استراتژیه که بازیگر دو میتونه داشته باشه. یعنی با خودش بگه که من برای همه حالت های ممکنه بازی که الان دو حالته تعیین کردم که میخوام چیکار بکنم. خب بنابراین به همین شکل یک استراتژی دیگه بازیگر دو میتونه این باشه که اینجا همون ای رو بازی بکنه، ولی در گره دو یک بازی دیگه بکنه، یعنی اچ بازی بکنه. و یک استراتژی دیگه‌اش میتونه این باشه که در گره یک اف بازی بکنه و در گره دو جی بازی بکنه. و یک استراتژی دیگه‌اش میتونه این باشه که در گره یک اف بازی بکنه و در گره دو اچ بازی بکنه. خب و این میشه همه حالت‌های ممکنی که بازیگر دو من میتونه برای خودش استراتژی بچینه. و دیگه وقتی که بازی شروع شد فکر نکنه، یعنی اگر بازیگر یک اومد سی، بر اساس استراتژی که برای خودش انتخاب کرده از قبل بگه خب من در سی قرار بود اف بازی بکنم، بنابراین من اف بازی میکنم. و اگر مثلا این استراتژی رو برای خودش انتخاب کرده باشه، یعنی استراتژی سوم، اون وقت اگر بازیگر یک بره رو نقطه دی، بازیگر دو با خودش میگه خب من اینجا قرار بود جی بازی بکنم، پس جی بازی میکنم. یعنی یک استراتژی یک نقشه راه کامل هست برای بازیگر من که مشخص میکنه در هر کدوم از گره هایی که میتونه تصمیم بگیره میخواد چی کار بکنه. و عملا دیگه بازیگر من در طول بازی اگر استراتژیش رو مشخص کرده باشه نیاز به فکر نداره. بعضی وقتا این استراتژی یه خورده فریب دهنده میشه. بذارید من پاک بکنم و یک مثال براتون بکشم تا ببینید که این تعریف استراتژی یک ایراد خیلی کوچیک داره، اما خب ما با اون ایراد ادامه میدیم. یک همچین بازی رو در نظر بگیرید که بازیگر یک من اینجا میتونه یک تصمیم بگیره که سی بازی کنه یا دی.
اگر دی بازی بکنه بازی تموم میشه و سودها 2 و 0 هست، یعنی بازیگر 1 2 تا سود میکنه، بازیگر 2 0 تا. اگر سی بازی بکنه در این صورت بازیگر 2 من میتونه ای بازی کنه یا اف. اگر اف بازی بکنه اینجا بازی تموم میشه و سودها 3 هست و 1، ولی اگر ای بازی بکنه دوباره بازیگر 1 من اجازه بازی داره و میتونه جی بازی بکنه یا اچ، که در این صورت در نقطه جی سود 1 و 2 به دست میاد، در نقطه اچ سود 0 و 0. خب بنابراین الان یک بازی فرم گسترده است. گره ها این گره ها هن. این دوتا گرهی که این پایین داریم گره های ترمینال هستن، این گره این بالا ریشه است و اینها شاخه ها هستن و ما به هر شاخه عمل کردی رو نسبت دادیم. خب استراتژی های بازیگر 1 رو بیایید در این بازی مشخص بکنیم. ببینید بازیگر 1 2 تا گره تصمیم گیری داره، یعنی این گره و این گره. خب و بنابراین باید برای هر دو گره تصمیم گیری که داره، یعنی این گره و این گره، بازیگر 1 من تعیین بکنه که میخواد چی کار بکنه. درسته؟ خب ببینید بازیگر 1 من طبیعتاً یه استراتژیش اینه که در گره 1 سی بازی بکنه، بنابراین S1 من میتونه باشه که در گره 1 سی بازی بکنه این بالا و در این گره پایین جی بازی بکنه. خب این الان یک استراتژی. یک استراتژی دیگه هم برای بازیگر 1 من اینه که در این گره سی بازی بکنه، ولی اگر اومدیم به این گره پایین اونجا اچ بازی بکنه. خب ببینید الان این دو نقطه کامل دارن مشخص میکنن نقشه راه بازیگر 1 رو. یعنی اگر بازیگر 1 تصمیم بگیره که بنابر این استراتژی زندگیش رو ادامه بده، کاملا بازیش مشخصه، یعنی اینجا سی بازی خواهد کرد و اگر برسیم به این نقطه جی بازی خواهد کرد، یعنی دیگه این بازیگر نیاز نداره فکر بکنه در طول بازی. خب اما اینجا یک نکته خیلی فریبنده وجود داره و اون اینه که اگر بازیگر 1 من تصمیم بگیره دی بازی بکنه در این گره بالا، من اسم این گره رو میذارم گره 1، اسم اینو میذارم گره 2 برای بازیگر 1، اگر تصمیم بگیره در گره 1 دی بازی بکنه، در این صورت ما دیگه امکان نداره برسیم به گره 2، چون اینجا بازی تموم میشه طبق این فرم گسترده‌ای که من دارم. اما با این همه باید مشخص بکنه که در گره 2 چی بازی میکنه، یعنی مثلا جی رو اینجا داشته باشه و بگه که من در گره 2 جی بازی میکنم. خب ببینید دقت کنید، با این که نمیرسه به بازی دیگه به این نقطه، اما استراتژی تعریفش از ما میخواد که در هر گره مشخص کنیم اگر بود چی کار میکرد. درسته که ما اینجا نمیرسیم، اما باید مشخص کنه که اگر بود، یعنی من اگر برسم به این گره جی بازی میکنم، ولی در گره 1 هم دارم میگم که من دی بازی میکنم. بنابراین من اصلا واسم مهم نیست که بازی در صورت این که من در گره 1 چی کار بکنم میرسه به اون نقطه قضایی یا نه. برای من مهمه که اگر من اون نقطه قرار بگیرم میخوام چی کار کنم. خب پس یادتون باشه که حتی در این نقطه، یعنی این استراتژی که دیگه جی براش بی‌معنی هست چون من در دی بازی رو میرم بیرون، باید مشخص کنیم که در گره دوم هم چی کار میکنیم. طبق تعریف استراتژی یعنی در هر گره من باید مشخص بکنم. و یک استراتژی دیگه هم میتونه دی باشه، یعنی در این نقطه دی بازی کنه و در این نقطه اچ، که باز هم میدونیم ما به نقطه اچ هم حتی نخواهیم رسید، ولی ما دقیقاً مشخص کنه. بنابراین بازیگر 1 من 4 استراتژی داره که برای 2 گره مختلفش 2 تصمیم گیری داره و میتونه برای هر کدوم یک استراتژی شکل بده و بگه که مثلا من با استراتژی 2 میخوام بازی کنم، یعنی اینجا حتما سی بازی میکنم و اگر بازی رسید به اینجا، یعنی بازیگر 2 اف بازی نکرد و ای بازی کرد، در این نقطه من اچ بازی میکنم. این الان یک استراتژی کامل برای بازیگر 1 من هست. خب خیلی هم خوب، ما الان با تعریف استراتژی و بازی فرم گسترده خود دقیق تر آشنا شدیم و من پیشنهاد میکنم که این مفهوم استراتژی رو خودتون باهاش فکر بکنید، بیشتر بهش فکر بکنید و بازی هایی برای خودتون بسازید و سعی کنید تحلیل کنید. منم اگر شد تمرین هایی برای این مفهوم خیلی پیچیده که الان من ساده جلوش دادم بهتون خواهم داد. در ویدئوهای بعد سعی میکنیم مثال هایی از بازی های فرم گسترده رو با هم حل بکنیم. فعلا خداحافظ.